کم که اومدی من این ذره سلام گرفته از من کلاسی داشتم دو ساعت فاسو جان باشم حرف میزدم بعد همین یه ذره سلام گرفته خوش بخواهم زدم معمولا سلام بلندتر و خوش خرجتر از نفس یادتون نره سابسکرایب کنید. من یاسر جیان هستم، کارگردان فنی استودیوی بازی‌سازی فناسار که با هم کارم قبلا آشنا شدید. آقای بینا، آقای بینا که توی این پرزنتیشن با هم داریم. موضوعمون اینه که طراحی فنی بازی چیه؟ بیشتر از اون اینه که تکنیکال دیزاینر کیه و به چه چیزایی باید فکر کنه و چه مسئله هایی هستش که تکنیکال دیزاینر بهتر میتونه حلش کنه یا کجای پایپلاین بازی سازی قرار میگیره، کجای تیم تکنیکال دیزاینر. اول از همه میخوام به مقدمه شروع کنم. من اون قسمتی که برنامه‌نویسا و تکنیکال دیزاینر ها مربوط میشه از این نظر تاریخچه بازی ها و بازی سازی این چند تا عصر تقسیم میشه. عصر حجر یا عصر بازی های نخستین زمانیه که بازی ها رو برنامه نویسان ساختن، همه کارها رو برنامه نویسان میکردن، یعنی همه کارهایی که تو بازی انجام بشه یه جور برنامه نویسی هم داشتیم، یعنی چیزی به اسم دیزاینر رو خیلی دیر نداشتن. روز اول بالاخره آرتیست بود باشه، ولی حتی مثلا ساوند دیزاینر ها یا ساوند گای تیم هم باید مثلا اون چیپ های SID، مثلا چیپ SID که رو بوده شد شد پروگرم میکرده من که سبه ازش کرده همه کارهای بازی احتیاج پروگرمی داشت، برای همین همه بازی رو برنامه نساز کنم دارت لازم داشتن خودش رو تیم زدن و برحال میدیدیم خارج تیم رو همه تیم رو بازی سازی اگر تیم رو دار همه شون برنامه نساز از دقیقه 80 میلادی بازی تبدیل شد، بازی بوساز شد، کم کم بوساز شد، کم کم تیما به خاطر در بردن بزرگتر شدن به خاطر اینکه کانتنت که شدیه بازیش رو اضافه کنن بازیش رو پیچیده تر بشه و کم کم تخصص به وجود بود تخصص هایی که لزومن همشون هم برنامه نویسی نبود. این کنید صنعت آرتیست هایی تو بازی کار کردن که هیچی از برنامه نویسی نمیدونست، هیچی از اون که در فرمه نمیدونست. بازم از آرتیست ها که حالا با اون آرتیست باز باشی سرکار داریم تکنیکال تر بودن به حقا به خاطر اینکه سخت افزارها خیلی ضعیف بودن، هر کاری هر یه دونه بیتی که میخواست کار بازی کنون احتیاج به این داشتش که بدون یه بیت کجا داره میره و کجا داره مصرف میشه و چجوری من مثلا حقا رو پک کنم چجوری لگه های مختلف داریم انیمیشن ها چی کار کنم اسپرایت ها چجوری میشن چجوری مدای بردر اسپرایت هم چه بیت کردن اسپرایت هم چجوریه و همچنان بازی سازی اونجا خیلی تکنیکال داره اون عصر صنعت، ولی تیم‌ها دارن بزرگتر میشن، تیم‌های خیلی بزرگی مثلا ده 15 20 نفره رو وجود مندن در بازی سازی تکنیکال و برای همین کارا تخصصی تر شد. این از یه ادامه ادامه کنن بزرگتر میشن کارا تخصصی‌تر میشه تا اواسط دهه 90 میلادی که من اسمش رو گذاشتم عصر بزرگ برای بازی به اسم دوم که از نظر فنی قسمت جینش حالا این صورت جینش از کد گیمپلیش جداست و خیلی مادبل اصطلاحا و میشه کانتنت اسمش درست کرد و نمیشه شکل بازی رو تغییر داد، بقیه دیولپرها رو در واقع این فرصت براشون ایجاد میکنه که قسمت فنی بازی رو وارد کنن ازش دیگه بیدن و خودشون صفر تا صد بازی رو نسازن. مسلماً قبلاً هم به این دیوان سینا بیوز کود وجود بیوز کود وجود داشته این بازی رو من بیس شماره یکش تا دوش راسته مثلا در اخری کودای رو هم شیر میکرم، ولی تا اونجا به اون صورت این مسئله وجود نداره که من از یه سیدوی دیگه کودی بخرم و با اون بازم بسازم و خودم لازم نباشه که این دیوی بگیم هم چه قبله من این بیارم بودا و آرش دوه میسازم و میشه بازی جدید میشه مثلا هکسن میشه هرتیک که مثلا شبیه و بعدش کوئک، انجین کوئک، بیت تک، انجین شده که ایت سافر بود بازی که ایت سافر، سافر کنم نوزه ایت سافر انجای اپسیل هایی مدن ولی بیزنس انجین فروختن اون اواسط دهی نوزه بود میاد اول شرکت که کار کنه ایت سافر و شرکت اپیک گیمز که آنگل انجین میسازه و انجین هایی دیگه که انجین ساختن هم میشه بیزنس، انجین فروختن هم میشه بیزنس و به تبعش باز میدل برای دیگه رو وجود میاد
سافرهایی که من دیر بزنم ببینم و تقریبا لازم نیست بگم این جزئیاتش باشم که این چجوری داره کار میکنه و دارم یه فانکشن اکتیو برقرار میکنه، برای همین من میتونم تمرکز کنم روی که بازی خود من چه شکلیه، چی باعث بازی من از بقیه مجزا میکنه. و برای همین باز تو لایه دیزاین و تو لایه گیم پلی باز نقش خصوصی‌تر میشه و از فنیه اوسط دهه 2000 یه ترند دیگه یا یه اتفاق دیگه میفته، حالا یه اصلی جدید شروع میشه مثل دوشن اصلی استقلال و به خاطر عرضه آیفون و اپستور به خاطر رونق گرفتن استیم روی پی سی گوگل پلی، بعدش بدترش مقداری امکان کراود فاند کردن پروژه‌های بازی‌سازی حتی اون چندین سال بعد تیمای کوچیک، تیمای ایندی، تیمای دسترسی به پخش کردن مثلا لیست بازی در مقیاس جهانی نداره، تیمایی که با کنسول با شرکت سازمان کنسول سازمان پلتفرم کنسول نمیتونن دیل کنن چون کوچیک‌تر از اینا تجربه کنسول ندارن، سازمان بازی‌سازی ندارن، میرن سمت اینکه برای خودشون بازی بسازن و امکان سلف پابلیش و دسترسی به بازار هدفش رو پیدا میکنن به خاطر گفتم در این مسجد استقلال و بازیسازی مستقل که قبلش هم بالاخره پیش داشته یه انفجاری رو شکل میکنه و یه رونق عجیب میکنه و این همینجوری تا الان به نامه داره این مسجد استقلال. تیمای ما تا حالا همشتاش هم بزرگ میشدن، همشتاش کارهای تخصصی کرد میشد، هرکی توی تیم 200 نفره 300 نفره بازی داشتن کار میکردن توی تیمای استودیوی بزرگ، تیمای چند صد نفره اصلا چیز عجیبی نیست، ولی یه دفعه بازار بازی، بازار بازی سازی و صنعت بازی دو قسمت میشه، تیمای کوچیک که یک نفره، دو نفره، سه نفره، پنج نفره، هفت نفره به تعداد زیاد وارد بازی سرگرسی میشن و همچنان اون قسمت تیم پلی سکتور تیم پلی بازار سکتوری که با 5000 نفر گرفته جی تی ای کامل شدش یه ذره که دماغ شده چون همین این سکتور رو نمی سکتور نمی سکتور تیم های چند هزار نفر میشه بازی های مثل جی تی ای 5 بازی خیلی بزرگ بازی های بک اساس اسکرین ها بازی که بسیاری خیلی بزرگ هنوز دارن ساخته میشن استودیوی چند صد نفر استودیوی که مثلا 30 نفر تیم تکنیکال دارن 50 تا مثلا مدل ساز دارن 20 تا انیماتور الاخر این تیما به هیچ وقت که نرفتن هنوز هم ساعت بازی سازی وجود دارن ولی از اون طرف هم چند هزار تا چند ده هزار تا تیم ایندی هم داریم دنیا رفتوهاش تا خودشون بیشتر باشه از دیگه چی بهش کنیم که دارن بازیهای کوچیک برای خودشون میسازن و دارن میفروشن بازیشون حالا به درصدشون و دارن زندگیشون میکنن این شکافی پیش میاد یه طبقاتی وجود داره بین تیمای بازی سازی و فاصله بین بازی های تریپل ای و بازی های که حالا ما میسازیم خیلی زیاده از نظر مقدار کانتنت حتی اگر از این تخصص و تجربه رو در نظر نگیریم از نظر مقدار کانتنت بازی های تریپل ای با بازی های که ما میسازیم فرقشون خیلی زیاده اینا رو چیزی یه جور نمیشه در حال چیم قضاوت در زیاده ولی از طرفی در واقع حتی باز تیمای همرده فرقشون با هم دیگه ما یه شکاف طبقاتی خیلی بزرگی داریم که یه سری تیمای تیپلی بالا و یه سری تیمای دین پایین هست و چیزی که این بالایی ها رو از هم متمایز میکنه معمولا از نظر من فرایندشونه، معمولا تو تجربهشون خیلی نیست، معمولا تو تواناییاشون خیلی نیست، معمولا مثلا اینجا تو تیم تیپلی یه پروگرامر نابغه وجود نداره که مثلا فرقش با اون پروگرامر که تو تیم دیگه کار میکنه ده به یکه، فرقشون تو فرایندشون، فرقشون تو اینه که این استودیو کارا رو افیشنت‌تر انجام میده، بوروکراسیش کمتره یا کامیکیشنشون بهتره یا ترکیب تیمشون درست‌تره یا به هر دلیلی یا اصلا بازی که انتخاب کردن دارن می‌سازن بهتر هرچ یا یه آدم نابغه‌ای واقعا داشتن که خود اصلا نمی‌نوشته یه پروسس بهتری داره این استودیو گذاشته و این استودیو الان موفق‌تر کار می‌کنه. تو لایه پایین بین تیم‌های کوچیک فرق معمولاً تو لایه شخصیه، معمولاً توانایی فردیه، من سه نفرم، اون تیمم سه نفرن ولی من پروگرامر بهتریم، اونا یه دیزاینر بهتر دارم، اونا بازیشون میره به سمت اینویشن تو دیزاین و دیزاین خلاق، بازی ها میره سمت تکنولوژی و مثلا یه کار جدید کردن با تکنولوژی مثلا، فرق توانایی فردی توی این
عصره توی این بازیای کوچیک. یه اتفاقی که این وسط افتاده، یه اتفاقی که یه جایی توی عصر صنعت و عصر موتور افتاده، و ظهور تخصص‌های اینتردیسیپلینری یا میان رشته‌ای، مثلا تکنیکال آرتیست ها که یه جایی بین تخصص فنی و تخصص آرت، یا به هر حال افکت پروگرامر ها، فرمیستای افکت. اگر از دید آرتی بهش نگاه کنیم، آرتیستی که تکنیکال بلده شاید بگن تکنیکال آرتیست، برنامه‌نویسی که ضرورت بلده شاید بگن افکت آرتیست، افکت پروگرامر. یا مثلا بین دیزاین و آرت تقریبا میشه مثلا کارگردان بازی چه کریتیو دایرکتور. این یه ذره دلیلی که چرا در معمولا اینا نقشه کارگردان است، کریتیو دایرکتور نقشه مشابه معمولا به تعداد تو پروژه ها وجود نداره، معمولا تعدادشون یه نفر دو نفر این شکلیه تو پروژه ها، بعد تو تیم های بزرگ وجود داره. معمولا اینتردیسیپلینری بین آرت و دیزاین کمتر پیدا میشه از تیم های کوچیک، دلایلش یا مثلا طراحان فنی و گیتوی پروگرامر، تکنیکال آرت، تکنیکال دیزاینر ها و گیتوی پروگرامر ها، که باز از دید طراحی اگه موضوع نگاه کنیم، اون طراح بازی که پروگرامی بلده رو احتمالاً میتونیم بهش بگیم تکنیکال دیزاینر، و یا اون پروگرامری که یه ذره دیزاین بلده یا تو حوزه دیزاین داره کار میکنه بهش میگن گیتوی پروگرامر. شاید این دو تا ترم خیلی مهمه، دو جنبه مختلف یه جنبه نیست. این میان رشته‌ای ها کارکردشون تو تیم‌های مختلف با هم به نظر من خیلی فرق داره. تو تیم‌های تریپل ای این میان رشته‌ای ها کارشون بیشتر از جنس کامیونیکیشن، از جنس اینه که من اینجا 20 تا دیزاینر دارم، اینجا 20 تا پروگرامر دارم، و این حرفم دیگر نمی‌فهمن احتمالاً، یا کامیونیکیشن اون خیلی با هم اورهد داره، یا آدمی می‌ذارم اونجا که حرف هر دو اینا رو می‌فهمه که بین اینا مورد مترجم و مفسر عمل کنه، حرف اینا رو هم انتقال بده. اگر پروگرامرها دارن یه تولی میسازن برای دیزاینرها، این بتونه ریکوایرمنت اون تول رو تعریف کنه، یا اگه دیزاینرها یه فیچر جدید لازم دارن، این بتونه به دیزاینرها در مورد کانستریت های مختلف، یعنی کانستریت ها رو تعریف کنه، یا ریکوایرمنتشون رو واسه دیزاینر تعریف کنه، اون تول رو تخصص کنه، یا به هر حال بحث گیم پلی پروگرام برای اون بحثی هم که گفتم هستن چرا کاری میشه گیم پلی پروگرام یه سری توی تیمای کوچیک. این تو تیمای بزرگ، تیمای کوچیک ساختارشون خیلی با این فرق کنه. معمولا توی بازی سازی احتیاج به چه میدونم 15 تا تخصص مختلف هست که ما 3 نفر داریم فقط، و این 3 نفر باید همون 15 تا رو انجام بدن. حالا 3 تا از اون کارا رو هم از مثلا آوتسورس میکنن، یا صدا آماده موزیکو مثلا میخرن صدا آماده، یا آوتسورس میکنن، ولی به هر حال در حوزه کار مختلف 3 نفر باید انجام بدن. برای همین تو تیمای کوچیک بیشتر از یه تخصص داشتن و چند تخصصی بودن، چند تا کلاه مختلف آدم بتونه سرش بذاره، خیلی ارزش بالایی داره. این کارکرد این میان رشته یا از نظر من تو تیمای بزرگ اکثر اوقات کامیونیکیشن، کارکرد اصلیشون کامیونیکیشنه. تو تیمای کوچیک کارکردشون اینه که دو تا کار مختلف بلدن بکنن، میتونن هر دو تا کارا رو انجام بدن. من دیگه اون وقت یه نفر میذارم هم کار پروگرامر هم کار طراح انجام بده، و یه آرتیست هم میارم با هم دو نفر بازی کنیم، با هم میشیم یه تیم، میشیم یه تیم تقریبا کامل. یکی از باید کار پروداکشن هم تو تیمای کوچیک اینجوری هم، یکی باید کار پروداکشن انجام بده، یکی موزیک رو انتخاب کنه، این کالا بذاره، یا هرچی، یکی هم انیمیت کنه، هم مدل بسازه، یکی نمیدونم آرت گویی بزنه. و اکثر اوقات این کارا رو سه تا شما مثلا یه نفر انجام بده، پنج تا نفر دیگه دارن انجام میدن، میشن یه تیم کامل. پس وان من بند بودن و بیشتر از یه تخصص داشتن تو تیمای کوچیک ارزشش اینه که تیمو کوچیک نگه داره، کارا رو ممکن می‌کنه برای بشه. نه این دو تا کار کرده اصلیه، حالا طراح فنی که اونجا داشتن، اون آدم متخصص در هر زمینه برنامه‌نویسی طراحی بازی که تو تیمای کوچیک بیشتر کار میکنه، و آدم و به عنوان مترجم و رابط برنامه‌نویس طراح بازی که خب از نظر من تو تیمای بزرگ بیشتر کار میکنه. دقت کنید که هیچ کدوم از این حرفا که من میزنم مطلق نیست، هیچ وجه به معنی نیستش مثلا به تیم کوچیک اصلا کامیکیشن نداره، یا تیم بزرگ آدم دو تخصص نمیخواد یا بیشتر. در واقع این یه تیف خب همه هر کی تو هر استودیوی یا برای هر پروژه‌ای و در هر مقطع زمانی ممکن کارهای مختلفی انجام بده، نقش‌های مختلفی رو ایفا. من اینجا میکروفون رو به دوستم میدم و ازشون خواهش می‌کنم که ادامه بحث رو. یه چند تا اسلاید است راجع به اینکه تکنیکال دیزاینرها چیکار می‌کنن، چون این
حالا قرار بود که این تاک بیشتر راجع به این موضوع باشه دیگه، که تکنیکال دیزاینر ها نقششون چیه تو تیم بیشتر بررسی کنیم. اینا رو من میگم، توضیح میدم، بعدش دوباره یاسر راجع به یه سری نکات اولیه تکنیکالی که لازمه طراح بدونه ادامه توضیح میده. همونجوری که یاسر گفت، تکنیکال دیزاینرها کسایی هستن که تا یه حدی یعنی طراحی بازی بلدن و تا یه حدی هم برنامه نویسی بلدن. معمولا کسایی هستن که طراحی بازی رو بیشتر بلدن، مسلطن تا یه حدی. معنیش این نیست که حالا خیلی نمیدونن، یه چیزایی کمی میدونن، ولی طراحی بازی رو تا حد خوبی بلدن و حالا یه سری اسکیل هم دارن که پروگرامینگ بلدن یا چیزای چه از لحاظ مثلا ریاضی، از لحاظ چیزای تکنیکال فنی بهتر هستن. واسه همین کار اصلی که انجام میدن و میتونن تو تیما نقشی که بازی کنن اینه که بین این دوتا قرار بگیرن. خیلی موقع توی حالا پروژه که ما خودمون انجام دادیم یا پروژه که شما انجام میدین، دیزاینرها خب یه طراحی انجام میدن، مثلا میخوان یه کاراکترشون مثلا یه جوری بدوه، بپره، یه کاری انجام بده. اینه که میخوام منتقل کنم به تیم فنی که تیم فنی حالا مثلا واسه شون در بیاره. خیلی زبون همدیگر خوب نمیفهمن. دیزاینر مثلا میخواد که این اینجوری بپره، حالا باید حالت خاصی بپره. طراح اون کسی که پروگرامره میره مثلا فیزیکی در میاره که اصلا شاید به درد اون بازی نخوره. این اتفاق زیاد میفته. کسی که طراحی فنی بلده، یعنی این کارا رو انجام میده، خودش میتونه بشینه بازی رو پروتوتایپ کنه، اون کار اسکریپتینگ رو انجام بده. چون هم دیزاین رو بلده هم اون رو بلده، خیلی راحت تر میتونه ایده های اون تیم دیزاین رو شروع کنه اسکریپت کردن و نوشتن. مثلا همین خیلی روند ساخت سریع‌تر پیش میره. یا اینکه مثلا یه جایی هستش که تیم طراحی دارن راجع به مثلا یه ایده‌ای فکر میکنن که ممکنه از لحاظ فنی اصلا قابلیتش رو نداشته باشن. اون کسی که یکم سر رشته فنی داره، اون خیلی راحت‌تر میتونه ببینه که چه چیزایی شدنیه، چه چیزایی نشدنیه واسه این تیمی که ما داریم، واسه این توانایی فنی که داریم. این ایده ها رو میتونه دو طرفه منتقل کنه، میگم هم از تیم فنی به تیم دیزاین، هم از تیم دیزاین به تیم فنی. بجز اون خیلی موقع توی حالا تو اسلاید بعدی اشاره میکنم، خیلی موقع طراحی بازی، شما یه چیزی که طراحی میکنین از لحاظ پروسه‌ای که میبره که فکر کنین و اون کار رو بخواین انجام، یعنی فکر کنین یه طراحی در بیارین، خیلی بخش کوچیکیه. بخش بزرگترش میشه اینکه شما پیاده سازی کنین، تست کنین، دوباره بازخورد بگیرین، این کارا رو انجام بدین. و اون قسمت پیاده سازی خیلی بزرگتره، یعنی یه طراحی انجام میشه توی شاید 2 ساعت، پیاده سازی شاید 2 روز طول بکشه. واسه همین همیشه اون کارهای پیاده سازی بیشتره و این طراحی فنی میتونن کمک کنن به تیم فنی که لزوما همه چی خود پروگرامرها نرن در بیارن. طراحی فنی تا یه حدی کمک میکنن. حالا اون پیاده سازی سیستما یا گیم پلی یا اسکریپت نویسی میتونه تو هر زمینه ای باشه دیگه، تو زمینه کامرا سیستم، اینپوت سیستم، انیمیشن، هر چیزی رو که یکم دانش فنی خیلی زیرساختی نمیخواد، اون طراح فنی میتونه بره انجام بده و در بیاره. بجز اون یه سری ابزارا هستش که گیم دیزاینرها لازم دارن. خیلی موقع مثلا یه بازی دارین درست میکنین که بازی پلتفرمره، میخواین وقتی مثلا سکوها رو که میذارین اینا راحت به هم اسنپ شن، یه اتفاقات بیفته که پروسه دیزاین و تولید مثلا لول رو خیلی سریعتر میکنه. اینجور ریکوایرمنت ها رو کسی که طراح فنی خیلی بهتر میدونه، چون کسی که تو تیم طراح فنی خیلی بهتر میدونه، چون کسی که تو تیم فنیه لزوما نمیدونه که چیا رو میخوان دست بزنن این گیم دیزاینرها. مثلا میخواد مثلا راجع به همون پرش دقیقاً این میخواد چیشو تویک کنه یا به چه ابزارهای احتیاج داره. این چیزیه که
طراح فنی خیلی بهتر میتونه انجام بده. بجز این قضیه که طراح فنی میتونه تو تیما نقش آل مترجم بازی کنه یا تو تیمای کوچیکتر اونجور که یاسر گفت کمک کنه به تیم فنی، یه سری مزیت ها داره دونستن مسائل فنی واسه خود کسی که میخواد طراحی کنه. مهمترین چیزش اینه که پروتوتایپینگ سریع میتونه انجام بده. کسی که طراح فنی خودش پیاده میکنه، بعضی این طراحی انجام شد، حالا تیم دیزاین حتی انجام داد، خودش میتونه سریع پروتوتایپ کنه، در حین پروتوتایپ کردن میتونه فیدبک بگیره که چطور بوده، تست کنه، دیزاین رو بهتر کنه، دوباره همون رو ایمپلیمنت کنه. خیلی سریع میتونه ایده‌های خودش رو پروتوتایپ کنه. ولی اگه قرار باشه که یه دیزاینری بیاد، مثلا یه تیم دیزاینی بیان دیزاین کنن، حالا منتقل کنن به یه تیم فنی، اونا چقدر درست بفهمن چقدر نفهمن که چی شده، بعد اونا یه چیزی پیاده کنن، دوباره اینا بیان تست کنن تیم دیزاین، این پروسه خیلی سخت‌تر میشه. اینجوری شما به عنوان یه دیزاینر اگه بدونین چیز مسائل فنی و یه چیز بیسیکیو، خیلی راحت میتونین هر وقت دوی نصف شب هم یه ایده‌ای به ذهنتون رسید همون موقع پروتوتایپ کنین ببینین. چون معمولا کسی که دیزاینره خیلی ممکنه یه لحظه یه ایده یه بازی به ذهنش برسه، بخواد همونو سریع پروتوتایپ کنه ببینه اصلا جواب میده یا نه. شاید ارزش اینو نداره که یه تیم فنی یا بیاره حالا واسش اینو در بیاره، خودش پروتوتایپ کوچیک در میاره، سریع تست میکنه. به جز اون دونستن مسائل فنی واسه دیزاینر، معمولا خیلی کمک میکنه که بهتر بتونه مسائل رو حل کنه. خب مهارت های حل مسئله یا پرابلم سالوینگ سکیلزش خیلی بالاتر میره. یکی از راه هایی که کلن میگن واسه بالا بردن قابلیت حل مسئله وجود داره اینه که به آدم ها پروگرامینگ یاد میدن. یعنی به بچه ها که پروگرامینگ یاد میدن، معمولا کسایی که زودتر شروع میکنن و این کارها رو انجام میدن خیلی بهتر میتونن مسائل رو حل کنن. چون وقتی شما میخواین یه مسئله رو حل کنین به عنوان یه دیزاینر، مثلا فرض کنین که خیلی موقع شما بازیتون رو میدیم یه سری بازی کنن، بهتون فیدبک میدن که مثلا، معمولا آدم ها وقتی بازی میکنن اینجوری پیشنهاد میدن بهتون، مثلا میگن که به نظرم اینجا یه همچین چیزی اضافه کن یا اونجا یه همچین چیزی اضافه کن. ولی ممکنه اون چیزی که اونا میگن لزوما اون مشکل اصلی نیست. مثلا پلیر کم تصمیم معنادار کم میتونه بگیره تو بازی، واسه همین هی سعی میکنه بهت بگه که مثلا اینم اگه بذاری اونم اگه بذاری خیلی خوبه. ولی در صورتی که شما اگه مثلا همون چیزایی که دارین رو بهتر یه جاییشو پولیش کنین، خیلی تصمیمات معنادارتریه و اون مشکلی که طرف فکر میکرده با اضافه کردن اینجور چیزا حل میشه رو حل میکنه. خب واسه همین مثلا شما اگه بخواید تو بالانس کردن خیلی پیش میاد، خیلی موقع مثلا بهتون میگن که نمیدونم فلان کاراکتر، مثلا این کاراکتر خیلی قویه، به اون یکی اینجور چیزا رو اضافه کن، یا مثلا اون یکی کاراکتر نمیدونم خیلی ضعیفه، باید این چیزا رو ازش از اون یکی ها کم کنی یا به این اضافه کنی. اینجور چیزا رو کسی که دانش فنی داره معمولا بهتر میتونه تحلیل کنه که مشکل اصلی واقعا کجا بوده. اول تحلیل کنه که مشکل کجا بوده، بعد حالا سعی کنه راه حلای بهتری واسش ارائه کنه. یکی از چیزایی که کمک میکنه بهتون اگه یعنی دانش فنی داشته باشین تو طراحی این مسئله است. یه چیز دیگه توی پیاده سازی کنترل و پروتوتایپ های مخصوصا چیزاییه که خیلی به گیم پلی وابسته است. شما اگه میگم یه چیزی مثل جامپ یا یه چیزایی که خیلی کنترلیه رو بدیم به کسی که فنیه و هیچ دانش طراحی بازی نداره در بیاره، احتمالا خیلی باید رفت و آمدهای زیادی داشته باشیم تا به یه جای خوبی برسیم. ولی توی اینجور مسائلی که با گیم پلی خیلی، یعنی گیم پلی فنیش خیلی تنیده است، چون خیلی کمکتون کنه. توی خود طراحی بازی یه سری شاید دریچه‌های جدیدی، یه سری سبک‌های جدیدی رو بتونین تجربه کنید. مثلا کسی که دانش فنی داره ساختن یه بازی فیزیک بیس واسش خیلی ممکن تره، یا مثلا ساختن یه بازی شبیه TIS 100، بازی محبوب یاسر، اینجور بازی‌ها واسش خیلی راحت تره، چون یه سری دانش‌های فنی داره که اون سبکا رو اصلا بهتر درک می‌کنه.
بجز اون کلن به عنوان یه دیزاینر شما هر چی بیشتر اطلاعات فنی داشته باشین مزایا و معایب پلتفرما رو بهتر میشناسید، یا مثلا میتونین واسه پلتفرم‌های ترندای جدیدتر بازی بسازید. اگه بدونین که با VR چیکار میشه که یکم سر در بیارین از اون قضیه، یا AR یا حتی کنسولای جدید، اینپوت های جدید، مثلا همون که با تاچ دقیقاً میشه چیکارا کرد، محدودیت‌هاش چیه، یکم از لحاظ فنی اینا رو بدونین به عنوان دیزاینر خیلی کمکتون میکنه. چون که گفتیم طراحی تولید بازی یه پروسه ایتراتیویه که معمولا شما حالا مشکلاتی که دارین یه طراحی انجام میدین، پیاده سازی پیادهش میکنین، تستش میکنین، یه فیدبکی میگیرین که من باید اینجاشو اصلاح کنم. این تو همه طراحی ها هست، یعنی شما چه کاراکتر بخواین دیزاین کنین، چه هر کاری میخواین بکنین، این اتفاق توش خیلی میفته، معمولا تو مرحله پری پروداکشن باید بیفته. این یه لوپیه که واسه توی تولید بازی و طراحی بازی خیلی شما باهاش کار دارید. یکی از خاصیت‌های طراحی، اینکه یه طراح گیم پلی پروگرامر و طراح فنی تو تیم باشه، اینه که کل این لوپ رو خودش میتونه به تنهایی انجام بده. لزومی نداره به یه بخش فنی دیپندنت باشه که طراحی کنه اونا در بیارن، چون این دوتا کار کارهاییه که کارهای دیزاینیه، یعنی اینکه تست کنه و فیدبک بگیره و بر اساس اون فیدبک دوباره طراحی کنه، یه کسیه که یه گیم دیزاینر، یه کاریه که یه گیم دیزاینر بعد انجام بده. اصولا این دوره پیش تولید یا پری پروداکشن میشه گفتش یه تابع زمانش از این که شما هر فیچری رو در بیارین با یه سری ایتریشن بتونین بهترش بکنین. واسه همین هرچی ما بتونیم اون ایتریشن ها رو زمانش رو کوتاه‌تر کنیم، میتونیم اون مدت رو کمتر کنیم و در نتیجه مثلا تو وقت محدودی که اگه واسه خودمون گذاشتیم 6 ماه ما میخوایم پری پروداکشن داشته باشیم و دیگه بودجهش بیشتر از اون به ما اجازه نمیده، مجبوریم بریم تو تولید، هرچی اینو مفیدتر کنیم بهتره دیگه، تعداد ایتریشن ها رو بتونیم بیشتر کنیم. وجود اون طراح فنی به این خیلی کمک میکنه. به جز اون خب یه سری مسائل دیگه مثل ابزار و تکنولوژی هست که گفتم ابزارهای خوبی که مخصوصا تو پری پروداکشن میتونه کمکتون کنه رو خیلی موقع تکنیکال دیزاینرها میتونن پیاده سازیش کنن. و یه چیز دیگه هم نبوغ و تجربه است که این دیگه خیلی دست ما نیست، مسلماً تو تیم کار میکنه بهش میرسه. اگه پری پروداکشن رو فرض کنیم که یه ورتیکال اسلایس خوبه و کیفیت بازی رو تو پری پروداکشن ما در این کیفیت بازی رو خیلی بسته است به پری پروداکشن، اگه این ایتریشن رو بتونیم کمتر کنیم عملا کیفیت بازیمون هم میتونه خیلی بره بالا. من خودم توی پروژه Children of Morta که واسه شرکت فناافزاره به عنوان یه طراح و طراح فنی، چون دانش فنی تا یه حدی دارم، کار میکنم. اینجا یه سری مثالای بیشتری از کارهایی که ما توی این پروژه به عنوان طراح فنی داریم انجام میدیم و مطرح میکنم که بیشتر آشنا بشین نقشش توی یه پروژه چیه. آره، مورتا رو چند نفر دیدن یا باهاش آشنا؟ خب یه تریلری Children of Morta، یه بازی پیکسل آرت همونجوری که میبینین که یه پیکسل آرت روگلایت، یعنی بازیای روگلایک یا روگلایت رو اگه آشنا باشین، بازیایی هستند که معمولا هی میری میمیری از اول میای. یه نمونه خیلی خوبش آیزاک تو بازی جدید بایندینگ آف آیزاک، یا روگلیسی شاید دیده باشین، بازیای کسل کراشرز، نه پروگرشن جدی دارم، تو مپ میری جلو میری. نه، این معمولا اینا بازی هستن که هر دفعه میمیری از اول باید بازی رو بری. با
بازی دیولور، آره دیولور زیاد بازی این مدلی داره. یه بازی خلاص روگلایک، روگلایت، برای اینکه یکم ما یه چیزایی رو سیف میکنیم، همه چی رو تا اول از اول بر نمیگردونیم، که هکن اسلش اکشن ایزومتریکه. هکن اسلش شبیه دیابلو اگه دیده باشین، یا دیویل می کرای. نه نه هیچ ربطی به دیویل می کرای نه. چی؟ هکن اسلش، آره هکن اسلش ایزومتریک، نه هکن اسلش تری، که حالا داستانم توش تا یه حدی داره راجع به این خانواده است و داستان اونا. به چنل اینورس سابسکرایب کنید تا صدها ویدئوی آموزشی رایگان رو از دست ندید.